خدا رو شکر میکنم برای اینکه بار دیگه خداوند این فرصت رو به ما داد تا در فصل جدید برنامه ازدواج باز هم مهمان خانه های گرم شما عزیزانم باشیم. باعث افتخار ماست که بتونیم در این فصل جدید باز هم در مقوله ازدواج، زندگی زناشویی، رابطه مشترک و آنچه که دل خداست، آنچه که حقیقت زندگیه و اینکه چطور میتونه بهتر باشه با هم دیگه وقت خواهیم گذاشت. و باز هم خدا رو شکر میکنم برای اینکه خداوند این فیض رو به طور خاص به من داده که بتونم در کنار همسر عزیز و مهربانم سالمه جان شما عزیزان رو خدمت کنم. اتفاقی که سالهاست، حدود 17 ساله که پا به پای هم و در کنار هم خداوند رو خدمت میکنیم. بله بله، منم سلام میکنم به همه شما عزیزانم. امیدوارم که حالتون خوب، عالی، شاد، سلامت، با آرامش، خلاصه هر چی چیز خوبه براتون تو زندگی آرزو میکنم. امیدوارم که زندگی بسیار عالی در حضور خداوند داشته باشید و سلامت باشید. اما اینقدر مهیار با پیه حالت خیلی خاصی گفت فصل جدیدی از خلاصه ازدواج و اینا، خلاصه فصل جدیدی از ازدواج تو هر روز زندگی ما میتونه باشه دیگه، درسته؟ بله، به شرط اینکه بعد از عزیزان که این برنامه رو نگاه میکنن یه وقت حوس نکنین چون فصل جدید ازدواج جدیدی هم بکنین. بگیم ازدواج یک باره از دید خدا و در واقع وقتی با همسرمون یک میشیم از دید خدا دیگه جدایی اینا معنا و مفهوم نداره. خلاص از این حواسای بد یه وقت نکنین، بد آموزی نشه. من یه چیز جالب بعد بگم، من هیچ وقت یادم نمیره و این برای زندگی خودمون همیشه هست. بارها اینو گفتم که ما خانم آقایونی که به خصوص یه مدتی هم هست از ازدواجمون گذشته، نباید اینجوری فکر کنیم که بابا دیگه از ما گذشته، سنمون بالا رفته، حالا یا میانسالیم یا مثل ما خیلی جوونیم، نمیدونم، یا حالا دیگه اصلا پیر شدیم دیگه رفته، زندگی ما عادی شده. بله. و این زندگی برای ما یه عادت بشه در کنار همسرمون زندگی کردن. اگر عادت شد برای ما خیلی بده به نظر من. همینطوره سالمه جان. آره، یعنی هیچ وقت به نظر من آدم نباید بر همسرش عادی بشه. حالا میتونه به شکلهای مختلف این عادی بودن از بین ببره، درسته؟ هم نباید برای همسرش عادی بشه، هم نباید نگاهش به زندگی جوری باشه که کل زندگی مشترک بخواد براش یه موضوع عادی و تکراری باشه. و اینم میدونی برمیگرده به چی؟ این برمیگرده به اون طرز فکر و روش و نوع نگاهی که ما به ازدواج داریم. یعنی خب در خیلی ها اینو میبینیم که بعد از یه مدت که از ازدواجشون میگذره، مثلا افراد میانسال یا پا به سن گذاشته، مثلا به جوان ها میگن دیگه الان مثلا دور شما هست. نمیدونم، حالا بگذاریم که بخشش میتونه تعارفات فرهنگی و اون تعارفات مصطلح خانوادگی باشه که افراد در واقع بزرگتر به جوونا حالا اینجوری یه تشویق دارن میدن، ولی زبل و زرنگ هم هستن در این حال خودشون جوونترن. اما تا اینجای کار خوبه، ولی اگر به واقع از درون دل ما و از فکر ما این برای ما جا بیفته که دیگه از ما گذشته، ما که دیگه بابا دیگه حالا یه عمر ازدواج کردیم و دیگه این حرفا مال جوونا اصلا زشته واسه ما، نه عزیزم، نه تنها زشت نیست، بسیارم زیباست. و دل خدا اینه که عمق و اندازه و شدت این رابطه هرچه که جلوتر میره بیشتر و بیشتر بشه، شناخت ها اصلا بیشتر باشه، اون دل آدم ها و روح آدم ها بیشتر به هم بچسبه و در کنار همدیگه یک ازدواج موفق، ازدواجی که از کوره های بسیار رد میشه. وقتی زمان رو چاشنی مسئله ازدواج میکنیم و طول زمان و مرور زمان شامل حال ازدواج ما میشه، سالم جان، اتفاقا من اینطور بهش نگاه میکنم که به واسطه رد شدن از کوره های مختلف و به واسطه تجربه کردن بالا و پایین ها و شرایط خوب و بد زیادی که در زندگی باش مواجه شدیم، حالا تازه این ازدواج به یک پختگی، به یک بلوغ و به یک جایگاهی رسیده که شاید وقت لذت بردن و آرامش بیشتر داشتن و تعمق بیشتر و درک بیشتر نسبت به همدیگه باشه، نه؟ دقیقا همون یک شدن بیشتر میشه. در حقیقت ما هرچی همدیگه رو بیشتر بشناسیم و با همدیگه اون
رابطه، اون به قول مهیا جان تو کوره ها که میریم، اون دفعه داشتم از کوره ها حرف میزدم که آقا دوتا توپ رو در نظر بگیرید از یه کوره رد میشه، بعد تو شما برگشتی گفتید آقا اگه این دوتا توپ تو لوله گیر کنه چه اتفاقی میفته. گفتم دیگه مثال نمیزنم، با مهیا مثال زدن اینجا خیلی اشتباه. خلاصه اصلا هیچی دیگه، ولی کلا جدن از کوره ها وقتی آدم رد میشه با همسرش، به نظر من اون یک شدن بعد از این مدت تازه، حالا غیر از اون یک شدن، چیزی که خدا به من نشون میده توی ازدواج، مقدس بودن ازدواج برادم بیشتر رنگ آبش دیده میشه و اینکه چقدر قشنگ رابطه تقدیس شده بین زن و مرد، رابطه ای که در ازدواج رابطه ما تقدیس شده است، ما مقدس رابطه‌ای که داریم در حضور خداوند، و چقدر باید مراقب خودمون باشیم که اینو مقدس نگهش داریم. و توی ایران این تقدیس شدن و مقدس بودن یه مقدار از بین رفته و یه جای دیگه، نه تنها توی ایران، همه جای دنیا، هر جایی که، خیلی راحت بگم، هر جایی که حضور خدا نباشه، هر جایی که خدا ترسی نباشه، هر جایی که لغت خدا ترسی لغتی که توامه با عشقه، لغتی نیست که با لغت ترس که ما باش آشناییم همراه باشه، هر جایی که عشق خدا در دلها کامل نشده باشه، میتونه این ازدواج در معرض خطر قرار بگیره، میتونه در معرض در واقع مرور زمان قرار بگیره که عادی بشه برامون و در معرض عادی شدن و تبدیل به یک عادت شدن باشه. و هر چیزی که برای انسان عادت بشه، میخوام به این نکته خوب توجه بکنید، هر چیزی که برای انسان عادت بشه، یعنی دیگه با شوق و اشتیاق اون کارو انجام نده، بسیار خطرناکی به اعتقاد من. چون باید از شوق و از قلب ما باید یه چیزی بجوشه. در زندگی مشترک وقتی با همسرمون داریم زندگی میکنیم، باید این اتفاق اول از قلب من بجوشه، نه اینکه به صرف اینکه خب من مجبورم دیگه، حالا که دیگه آش کشک خالمه، بخورم پامه، نخورم من پامه، و دیگه حالا ازدواج کردم، الانم یه عمری گذشته، یه چند تا بچه‌ام که داریم، و مردم چی میگن اگه بخوایم به هم بزنیم، بچه‌هامون بدبخت میشن، و به خاطر یه سری انگیزه های زندگی میکنیم که میتونه انگیزه های در واقع هشتم و نهم زندگی ما باشه، در حالی که تبدیل میشه ناخودآگاه و به اشتباه به انگیزه های شماره یک و دو زندگی ما، در حالی که باید انگیزه اصلی زندگی ما در رابطه زناشوییمون اول از همه باید اون عشقی باشه که ما نسبت به خود خدا داریم، و دوم اون عشقی که تو رابطه زناشویی خودمون هست، چه باشام چه بیشام. یعنی این خیلی نکته مهمیه، الان به این نکته رسیدیم که چه شام باشه و چه نباشه در اندازه و شدت عشق ما. اگه قرار باشه که عشق ما با یه شام بخواد بالا و پایین بشه، که اون دیگه اون عشق اصلا ندادنش رو مبرد. به همین دلیل من در همین ابتدای این فصل جدید میخوام این موضع رو اعلام بکنم، سالمه جان، شما هر چه قدم که بگی شام نیست، در اندازه عشق ما هیچ تفاوت ایجاد نخواهد شد، و شما نگران هیچی نباش، تا دلت بخواد بگو شام نیست. خب حالا یه کاری میکنیم، فصل جدیده، همه چیز نو شده، بعد ما میخوایم بالاخره دیگه همه چیز بعد تو برنامه ازدواج جدید نو بشه، برای همین حالا ما یه کار دیگه میکنیم، ما میگیم نه تنها امشب، بلکه فردا شب هم شام نیست. اینو برای فصل جدید این برنامه کردیم، یعنی پیشرفت کردیم، این ورژن جدیده، خدا رو شکر. خب دیگه هر چی میریم جلوتر قراره که همه چیز جدید بشه، بعد مثلا فصل بعدی میریم سراغ ناهار، ببینیم حالا با ناهارا میتونیم به سلامتی و دل خوش. بعد کم کم مرد نامرئی میاد اینجا برای شما در واقع برنامه ازدواج رو اجرا میکنه. خب الان همه به من میگن اینجا مثلا روی صندلی که عزیزان قرمزه که میبینید این پشتی الان هست، اینجا بعدن مهیار نشسته، دوربین های ما قادر نیست تصویر ایشونو به نمایش در بیاره، ولی شما خودتون این فرض رو داشته باشید که الان یکی اینجا هست، به اسمش حرف بزنی بعد صحبت بکنی مشخص صدا پخش میشه. نه خیلی از عزیزان من گفتن آفرین خرسالمه به برادر مهیار شام ندادی، نگو که چقدر لاغر شده. گفتم آره دقیقا درسته، هر گونه کمردرد، هر گونه مشکلات جانبی که داشتی با شام ندادن آقا لاغر شده دیگه. آقا دیگه من یه واقعیتی رو بگم، هر کدوم از شما راجع به این داستان شام نیست سوالی داشتید، با کشاورز یه تماس بگیرید،
ایشون واقعیت رو برای شما کامل توضیح خواهند داد که فلسفه این شام نیست به چه صورت خواهد بود. بله که شما همیشه به من میگم ما بابا تو فقط حرف میزنی. گفتم حالا بخاطر که شما هم که شده عملیش میکنه. خب اما از خنده و شوخی که بگذریم، ما در فصل گذشته که فصل طولانی هم بود، شاید به جرات بشه گفتش که فکر میکنم بیش از یک سال و نیم، شاید نزدیک به دو سال طول کشید این فصل یک ما راجع به مباحث بسیار زیادی با هم صحبت کردیم و در بالا و پایین‌های زیادی در مقوله ازدواج با هم رفتیم و خیلی خوشحالیم قبل از اینکه بخوایم در واقع این فصل جدید رو به صورت رسمی مباحثش رو آغاز بکنیم، میخوام اول از همه بگم که خیلی ممنونیم از شما عزیزانی که در طی این سال‌ها با ما همراهی کردید و چقدر باعث برکت ما شدید وقتی شهادت هاتون رو برای ما فرستادید و به ما گفتید که چقدر این برنامه ها باعث برکت زندگی شما بوده، چقدر شفا در زندگی شما اومده و چقدر حتی خیلی از شما به ما گفتید که چقدر از اینها رو در رابطه زناشویی دیگران به کار بردید، یعنی باعث شفا و سلامتی زندگی دیگران شدید و این همون دل خداست. میخوام ته کارو یه تصویری بهتون نشون بدم و اون تصویر اینه، دل خدا اینه خودمون شفا رو بگیریم، دل او رو بگیریم، عشق و محبت او رو بگیریم، هر چه که از او گرفتیم حالا به دیگران بدیم. آمین. و این دل خداست. اما انتقاله. دقیقاً این همون در واقع فلسفه اصل سوم کلیسای هفته که از محبت، اطاعت و انتقال صحبت میکنه و چقدر زیباست حالا اینجا وقتی که خودت اول این شفا رو میگیری میبینی ای وای من نامید بودم ولی انگار جدی جدی اتفاقی افتاد تو زندگی خودم و بعد این مقدارم اولش دست و پا آدم میلرزه چون هنوز اعتماد نداریم، هنوز شک داریم، میگیم خب شاید برای من کار کرده، شاید برای دیگری کار نکنه، در صورتی که اگر کسی مطابق دل خدا، چون اینا فرمولهای برادر مهیار و خواهر سالمه و کشورماز و دیگران نیست، اینها همه اینایی که داریم صحبت میکنیم ما داریم از دل خدا صحبت میکنیم و داریم از یه واقعیت اجتماعی بسیار بسیار مهم با شما صحبت میکنیم که اگر کسی بخواد، پس قدم اول فعل خواستنه، اگر کسی در خداوند باشه یعنی عاشق خدا باشه و انگیزه زندگیش با در زندگی زناشوییش در واقع حضور خداوند باشه، اون موقع شدنیه این موضوع، اون موقع شدنیه و ما میتونیم سال مجان امیدوار باشیم به اینکه حتی اینو در زندگی دیگران به کار ببریم و باعث شفاشون باشیم. آمین. دقیقاً همینطوره. اما در این فصل سال مجان ما مبحثی رو که آغاز کردیم از حدود دو سال پیش میخوایم در واقع امروز با مقوله برطرف کردن تضادها و برخوردها، اینو بچه ها یه لحظه نگر دارید، این عنوان رو میخوام در واقع بدونید که این یکی از موضوعات بسیار 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 کلیدی و اساسی در امر ازدواج. مرسی از بچه های اتاق فرمان و کارگردان خوب برنامه‌مون. اول از همه از همینجا بگم بچه عزیزانم که در خونه هستید، بذارید قبل از که ما اینو شروع بکنم، من باید این کار اول برنامه میکردم، بیایید با هم دیگه یه دعا بکنیم برای برکت این فصل و به خصوص برکت بچه هایی که گاهی وقتا ساعتها اینها زحمت میکشن. شاید شما یک ساعت برنامه رو میبینید، نیم ساعت برنامه رو میبینید و لذت میبرید، اما باید دونید خیلی پشت زحمت کشیده شده. پس برای بچه ها باید دعای برکت بکنیم. همین الانی که داریم صحبت میکنیم پشت دوربینا بچه ها قرار گرفتن، اتاق فرمان، مسئول صدا، مسئول کامپیوتر، کارگردانمون و خلاصه یه عالمه دست داره اینجا فعالیت میکنه تا بتونیم ما در خدمت شما عزیزانمون باشیم. پس بیایید با هم همدل شیم و دعا کنیم و بعد ادامه برنامه رو در خدمتون باشیم. پدر جان به نام عزیز عیسی مسیح شکرگزاری میکنیم برای فرصت دوباره‌ای که به ما در این فصل جدید دادی تا در حضور مبارک تو بتونیم آنچه که دل توست رو برای عزیزان فارس زبانمون باز بکنیم. دعا میکنم که این برنامه‌ها باعث شفا، آزادی، تبدیل و قوت زندگی زناشویی عزیزانم باشه. ما از خودمون هیچی نداریم که بگیم، هرچه که هست متعلق به توست. روح القدس معلم اعظم تو هستی، ما رو تعلیم ده، ما رو دریاب و ما رو به کار ببر تا آنچه که تو بر ما مکشوف ساختی آن رو به دیگران منتقل کنیم. برای بچه های فنی و پشت دوربین دعا میکنم خداوند، این یک کار تیمیه، این وجود فقط سالمه و مهیار نیست، اول حضور توه و بعد
زحمت همه بچه ها که دست به دست هم میدن و با هم دیگه این رو میسر میکنن که ما بتونیم امروز به خونه های مردم بریم. پس مجموعه این تلاش رو برکت بده دست بچه های دوربین، اتاق فرمان، کارگردان، صدا بردار و همه بچه هایی که اون پشت دارن کار میکنن رو خداوند تو مبارک بساز، خودشون، خانوادهشون، افکارشون رو، و کمک کن که همه ما با تمرکز بتونیم بهترینمون رو به تو و به ملکوت تو تقدیم کنیم. با شکرگزاری و به نام عزیز عیسی مسیح به یک دل با همه اعضای خانواده دعا کردیم و صدا با هم میگیم آمین. بچه‌های استودیو صدای آمینتون نمیاد، یک صدا با هم میگیم آمین. هللویا، خدا رو شکر. بله، اینم از بچه‌های در واقع پشت دوربین. اما برطرف کردن تضادها و برخوردها، اولین سوالی که پیش میاد، حالا با همسر دعوا کردی؟ نه، من اصلا حالا من دعوا کردیم با هم که تا حالا دعوا کردیم جلو دوربینیم نباید گفت، نباید بگیم الان اصلا نگو زشته. ما الان شمرد اول که ازدواج کردیم هیچ مشکلی نداشتیم عزیزان، تا حالا با هم دیگه هیچ وقت هم دعوا نکردیم، هیچ وقت هم هم دعوا نکردیم، شام هم همیشه دادیم. بله، هیچ مشکلی خدا رو شد. اما واقعیت اینه، چرا بسیار هم دعوا کردیم. و اگر شما هم دعوا کردید در ازدواجتون، میخوام بهتون بگم که اصلا متعجب نشید، بسیار عادیه. یه جوری گفتی که گفتن اگه دعوا هم کردی خیلی کار خوبی کردید، ولی خوب شد اینو نگفتی. گفتم الان اینجوری که داره میگم که خیلی هم کار خوبی کردی، ولی دیدم خدا شکر اینو نگفتی. خدا رو نه تشویق نمی‌کنیم به اینکه برید دعوا بکنید، ولی در این حال چنانچه اختلاف دعوا، اختلاف نظری بینتون بوده، میخوام اینو بهتون بگم که یه موضوع کاملا طبیعیه در مقوله ازدواج. و سالم جان، توی زندگی زناشویی در واقع بین زن و شوهر همیشه میتونه اختلاف نظر، اختلاف سلیقه، اختلاف فرهنگ، اختلاف نگاه، اختلاف روش وجود داشته باشه و بسیار بسیار حائز اهمیته که ما اینو بدونیم که پس در پی این وجود این اختلافات میتونه مشکلاتی هم تو زندگی زناشویی به وجود بیاد. نه بله، مشکلات که به وجود میاد، من تا چطور برخورد کردن با اون مشکلات، این خیلی مهمه. آفرین. و باید یه جوری بهش نگاه کنیم که اصلا از همین گذشتن، از همین مشکلات باعث برکت من و شما میشه. اگر اینطوری بهش نگاه کنیم، هیچ وقت زندگیمون ناامید نمیشیم در زندگیمون. و زندگی زناشوییمون برامون یه زندگی تلخ، سخت، پر از آتیشی که دیگه ازش رد نمیشیم نمیشه. درسته. جوری بهش نگاه می‌کنیم که آقا من این مشکلاتو رد میکنم. و جالبش یه چیز یادتون باشه، مشکلات رو وقتی پشت سر میذاریم، اتفاقی که میفته چیه؟ من اجا هم یه شهادت تو زندگی خودمون میشه و تجربه تو زندگی خودمون، وقتی که با اون مشکلات دست و پنجه نرم میکنیم و با حکمت خدا از توش رد میشیم، برای دیگران هم شهادت خواهد بود. اما سالم جان، قبل از اینکه بخوایم این مقدار عمیق‌تر وارد این بشیم، میخوایم امروز راجع به دو نوع طرز فکر غلط در رابطه با تضادها و برخوردها که تو ازدواج وجود داره میخوایم در واقع صحبت بکنیم. و دو نوع طرز فکر غلط هست که الان بچه ها برای ما روی صفحه نشون خواهند داد، که میخوام در واقع توجهمون رو به این نکته جلب بکنیم که مورد اول اینه که در یک ازدواج خوب مشکلی وجود نداره. این طرز فکر یه طرز فکر بسیار بسیار اشتباه و غلطه. علم روانشناسی هم اینو ثابت کرده که وقتی که دو نفر میان در کنار هم قرار میگیرن، در واقع دو فرهنگ مختلف، دو شخصیت مختلف، دو تا انسانی که هر کدوم برای خودشون یه طرز فکر، یه نگاه، یه عادت، یه سری عادتها، یه سری شرایط ویژه و اینا اومدن حالا کنار هم دیگه، یکی شبا دوست داره بیدار بمونه، یکی شبا دوست داره زود بخوابه، یکی صبح که خواب پا میشه بد اخلاقه، یکی صبح که پا میشه بسیار شاد و سر حاله، یکی دیگه عادت داره که وقتی صبح از خواب بلند میشه قبل از هر کاری اول یه چایی بخوره، اون یکی دوست داره اول وقتی از خواب بلند میشه با همسرش یه مکالمه و گفتگو عاشقانه خیلی جذاب رو داشته باشن. و حالا از چیزای مثالای خیلی پیش پا افتاده و معمولی گفتم، برید تا جاهای عمیق و مسائل در واقع فکری و روحی و شرایط اون عمق انسان رو در نظر بگیرید که چقدر میتونه اختلاف سلیقه و اختلاف نظر وجود داشته باشه. پس اگر ما فکر میکنیم
که دو نفر که عاشق هم دیگه هستن، اینا هیچ وقت نباید بینشون مشکلی پیش بیاد. و اگر مشکلی پیش بیاد، وای این چه ضعف بزرگه تو زندگی اینا، این در فکر کاملا غلطه. میدونی خب ممکنه خیلی ها بگن که خب بله مشکل پیش میاد، ولی مشکل بزرگ نباید پیش بیاد. چرا؟ ممکنه مشکل بزرگ هم تو زندگی ماها پیش بیاد. خیلی راحت براتون بگم، ما نمیخوایم اینجا بشینیم و اون چیزی رو که واقعیت نداره صحبت کنیم. من و مهیارم به نمون مشکل بزرگ تا حالا فکر میکنم 3 بار تا حالا مشکل بزرگ بینمون پیش اومده باشه. یه بار توی ایران یادمه، تو هر قاره یه جوری بوده، یه بارم تو اروپا بود، یه بارم توی آمریکا. ما 3 بار مشکل بزرگ داشتیم. حالا میگم مشکل بزرگ، میتونیم بگیم دعوای بزرگ داشتیم. مشکلات کوچیک کوچیک خب بعضی اوقات پیش میاد، این هست، ولی دعوای بزرگ که چند روزم با هم قهر بودیم، درسته؟ بله. و حتی یه بار پیش بچه هامون بود، دفعه آخر پیش بچه هامون بود و چقدر هم جلو بچه هامون بعدش خجالت کشید. دقیقا. و چقدر خراب کردیم. بود، هست، پیش میاد، منتها اینکه حالا چطور باش برخورد بکنیم، چطور بهش نگاه بکنیم و چطور ازش بگذریم، توی مشکل نمونیم، ناامید نشیم که پس من اگر مشکل بزرگ تو زندگیم هست، پس از آن زندگی من به درد نمیخوره، زندگی زن و شویمون به درد ما، پس اصلا بعد جداشیم، اصلا دیگه هیچی دیگه چون اگر درست بود این مشکلات پیش نمیومد دیگه، اینطور نیست. در واقع وقتی مشکل اینچنینی پیش میاد، باید به این موضوع خیلی توجه کرد که مواجه شدن با این مشکل، طرز روبرو شدن ما، طرز نگاه ما حالا با مشکل و با موزلی که ایجاد شده، اونه که مهمه. اون قسمته که نشون میده که من توی مشکلات، توی تفاهمات، برخوردنها، ناراحت شدنها و حالا هر موضوع دیگه، حتی اشتباهات صورت گرفته نسبت به همدیگه، اونجا چه عکس العمل و برخوردی ما داریم، اون قسمتی که در ازدواج بسیار بسیار مهمه و کمک میکنه که ازدواج به یک مسیر درست حرکت بکنه. ولی صرف بودن مشکل در زندگی زناشویی و بخوایم روش یه مهر بزنیم، اگر عاشق بودین مشکل به وجود نمی اومد. خیر، همچین چیزی نیست. میتونن افراد و مردم بسیار هم عاشق هم باشن، مشکل هم بینشون پیش بیاد. اون بلوغ روحانی که مثلا گاهی وقتا میگن ای بابا اگه بلوغ روحانی داشتن که اینا با هم مشکل بینشون پیش نمی اومد. اصلا چنین چیزی نیست. اینو باز تاکید میکنم، میتونن افراد بلوغ روحانی داشته باشن و در چنین مشکلی باشن. بلوغ روحانیشون کجا مشخص میشه؟ نحوه روبرو شدن و مواجه شدن با اون مطلبه. مثلا خیلی وقتا خدا اجازه میده ما واقعیات خودمون رو ببینیم. سالم جان گفت ما مثلا یه بارش جلوی بچه‌ها شد و ما خراب کردیم. بله خراب کردیم و خدا به ما نشون داد که در عین حالی که عاشق هم هستید، در عین حالی که سالها از ازدواجتون میگذره، حداقل تو این مورد خاص کم آوردید، در یک کلمه کم آوردید و خراب کردید و باید برگردید و درست کنید. و کاری که کردیم راستش بخواید این بود، بچه هامونو نشوندیم، بعدش با بچه هامون صحبت کردیم، از اونها عذرخواهی کردیم و طلب بخشش کردیم، جلوی اونها توبه کردیم در حضور خدا و گفتیم خدایا ما رو ببخش. داوود در مزمور 51 میگه ای خداوند به تو گناه کردم و تنها به تو. یعنی وقتی ما مرتکب خطایی میشیم، سمت و سوی خطای ما اول از همه به سمت خداست. پس وقتی به خدا میخوام بگم که خدایا کاری که کردم اشتباه بود، دیگه نمیخوام بکنم و میخوام یه مسیر دیگر برم، این یعنی توبه. توبه یعنی عوض کردن طرز فکر و روش اجرا. اگر این کار کردم که منجر به خطا شد، حالا از این مسیر دیگه نمیرم، از مسیر دیگه با یه روش دیگه میرم، این میشه توبه. حالا وقتی میخوام توبه بکنم به خدا میگم خدایا من اول به تو خطا کردم، پس تو منو ببخش. قسمت دوم، خدایا به بچه هام بد کردم و جلو اونا خراب کردم، بازم منو ببخش که نمونه غلطی برای بچه هام بودم. و قسمت سوم، بچه های عزیزم ما رو ببخشید که ما اشتباه کردیم. ببین چند تا جنبه رو ما اینطوری میتونیم پوشش بدیم و درست کنیم. 1،
جایی که دل خدا رو شکستیم که با امانت خدا. اگر من امروز سر سالم جان داد بزنم، در واقع دارم سر دختر خدا داد میزنم، در واقع دارم دل دختر خدا رو میشکنم. و در دروس گذشته با همین رو صحبت کردیم، همسران ما ملک شخصی ما نیستن، امانت خدا هستن. بچه های ما ملک شخصی ما نیستن، امانت خدا هستن. و من باید در قبال امانت خدا باید جوابگویی داشته باشم و باید مراقب و هوشیار باشم که چه رفتاری میکنم. پس با این حرکت اول به خدا گفتم عذر میخوام، دوم دل همسرم رو به دست آوردم، سوم دل بچه هامو به دست آوردم و میتونم امیدوار باشم که با یک برخورد مناسب از این مشکل به سلامت رد بشم و درسم رو برای آینده هم بگیرم. اما بله، خدا رو شکر میکنیم که خدا به ما این حکمت رو میده که متوجه بشیم اشتباهاتمون توی این برخوردا چی هست و چی از ما بیرون میزنه. اما مورد دومی که میتونه در واقع طرز فکر غلط موجود باشه سالم جان، اینه که برخوردها باعث میشن که یه ازدواج خوب آسیب ببینه. این باز یه طرز فکر مجدداً غلطه که بعضیا فکر میکنن که این برخوردها باعث صدمه دیدن یه ازدواج محکم و درست و حسابی میشه، در صورت که همچین چیزی نیست. و این برخوردها اتفاقاً یه قسمت بسیار مهمی از ازدواج رو داره شکل میده و داره باعث قوت یه ازدواج میشه. یعنی وقتی میریم تو دل این برخوردها، کلام خدا میگه آهن آهن رو صیقل میکنه، آهن آهن رو تیز میکنه. و ما تو این برخوردهای زناشوییه که خیلی از اون شاخه ها و زائده ها و اضافات زندگیمون میریزه و باعث میشه که بعد از گذر از این برخوردها با عکس العمل های درست و بجا میتونیم به عمق سلامت یک رابطه امیدوار باشیم و عکس العمل ماست که تعیین میکنه که این رابطه کجا خواهد رفت. میدونی مریا جان، توی ما انسان ها خیلی همون بیرون از خونه یه ماسکایی میزنیم رو صورتمون و یه سری خیلی همچین، حالا خیلی همونم لباس شیک و همچین قربونت برم فدات بشم، شاد، خوشحال، سلامت، همیشه مهربون، اما کجا خدا نشون میده درون ما هنوز مشکل داره؟ خیلی وقتا تو رابطه همین برخورد تو رابطه زناشویی هستش که وقتی که برخورد به وجود میاد باعث میشه که من اون ماسکی رو که همیشه جلوی دیگران زدم دیگه تو خونه خودم اون ماسک رو ندارم. ماله. و توی این برخورد و سختی ها میزنه بیرون اون چیزی که اشتباهه و خدا میخواد درون منو درست کنه و همسرم میبینه اشتباه منو و من اشتباه همسرم و اونجا میتونیم همدیگر رو تکمیل کنیم. آمین. و یه نکته کوتاه رو بگم بعدش میریم با هم یه موزیک ویدیو میبینیم. اگر فکر میکنی تو زندگیت هیچ برخوردی نیست و این یعنی خیلی خوبه، میخوام اینو بگم، چنین آدمایی با هم زندگی مشترک درستی ندارن، شاید با هم دیگه فقط همخونن. قبلا اینا رو همه رو باز کردیم با جزئیات. من کار خودم رو میکنم، تو هم کار خودتو بکن. این اسمش زندگی زناشویی نیست. نه. بله، همچین زندگی ممکنه کنتاکت ها و اون برخورد ها شاید کم باشه یا اصلا نباشه، ولی دیگه اسمش زندگی زناشویی نیست. اما تو قسمت بعدی برنامه با هم راجع به موضوعات دیگه ای صحبت میکنیم. بریم یه موزیک ویدیو ببینیم، در خدمت شما هستیم.
تو فضای خونه من وقت روی ستدیده پیشه یه جوونه من با تو خوشگی از دست تو تا من فاصله فرسنگه دست مرا بگیر به سمت خود ببر رنگین کمان من قلب من بیرنگه بدن دل من برای تو تنگه از دست تو تا من فاصله فرسنگه دست مرا بگیر سمت خود ببر رنگین کمان من قلب من بیرنگه. خب در این قسمت از برنامه ما هدفمون این هست که بتونیم به سوالات زندگی زناشویی و مشکلات خانوادگی شما عزیزان بتونیم پاسخ بدیم. به همین دلیل الان از بچه ها خواهش میکنم که روی صفحه های گیرنده برای ما فیسبوک، تلگرام، ایمیل و مشخصات برنامه رو برای ما بگذارن و خواهش ما از شما اینه که سوالات خودتون رو، شهادت هاتون رو، نظراتتون رو لطفاً با ما در میون بگذارید. خوشحال میشیم که بتونیم از اینها استفاده بکنیم و به صورت خیلی جدی اینو عرض میکنم، هدف اینه که بتونیم در واقع توی این فصل جدید برنامه ازدواج ما در دو قسمت خواهد بود. یه قسمت قسمت تعلیمی و درسی و بررسی در واقع مسائل مختلف ازدواجه و یه قسمت پاسخ به سوالات شما عزیزانه و بعد این سوالات رو ما دریافت بکنیم. سوالات شما رو که دریافت بکنیم رو اونها کار خواهیم کرد و اونها رو به ترتیبی که دریافت میکنیم در این برنامه بدون ذکر نام اونها رو راجبه صحبت خواهیم کرد و مطمئنم اگر امروز شما موضوعی رو و یا موزلی رو راجبه زندگی زناشوییتون مطرح میکنید میتونه سوال و یا موزل خیلی از زندگی های زناشویی باشه. یعنی برای خیلی ها میتونه این علامت سوال باشه که این سوالی که مثلا امروز مطرح شد سوال منم بود. میدونید چرا؟ چون تهش ما همه انسانیم، حالا با اختلاف های فرهنگی، خانوادگی، موقعیت های مختلف جغرافیایی و همه اینها در کنار همدیگه درسته میتونه شرایط رو متفاوت بکنه، ولی در انتها ما انسانیم و خیلی از اون مسائلی که شاید به نظر ما مشکل و بغرنج امروز به نظر بیاد میتونه برای خیلی های دیگه هم این باشه. پس سوالاتتون رو مطرح بکنید و ما اسم شما رو محفوظ نگه میداریم، به هیچ وجه اشاره ای نمی کنیم، حتی به آیدی های شما که مثلا در فیسبوک یا در ایمیل یا هر چیزی که میفرستید ما اشاره نمی کنیم، ولی فقط موضوع رو مطرح میکنیم و مطمئنم که باعث برکت خیلی هم خواهد بود. حتی ممکنه که این سوالات مخصوص زندگی شخصی شما نباشه، ولی در اطراف این سوال زیاد شنیده باشید، از اطرافیانتون زیاد شنیده باشید، یا اینکه مشکلاتی که توی اطرافیان دیدید یا هر چی، میتونید حتما اونو سوال کنید، که چون با دیدن این برنامه ها ممکنه که همون افرادی که این مشکلات رو دارن در حقیقت براشون برطرف بشه این مسئله. اما مریا جان، عزیزی سوال کرده بود که این مسئله که الان مطرح میشه یه موزلی شده در ایران و حتی خارج از ایران، که در حقیقت وقتی که یکی از طرفین ایماندار نیست و ایمان نداره و عزیز تازه ایمان آورده یا حالا نه ایماندار چند ساله است، ذوق و شوق داره که خدا رو بپرسته، ذوق و شوق داره کلام خدا رو بخونه، برنامه های مسیحی رو نگاه کنه، و طرف مقابلی که ایماندار نیست تمام مدت مسخرش میکنه
و یا جلوگیری میکنه از اینکه اون در حقیقت پرستش کنه، کلام خدا رو داشته باشه یا هرچی، و اعتقادش رو به مسخره میگیره و خیلی بعضی جاها حتی برخوردهای خیلی حاد میکنه. خیلی از آقایون حتی عزیزی که با من صحبت میکنه میگه شوهر من حتی منو میزنه برای این مسئله و من باید چطور برخورد کنم، که طبق کلام خدا میگه شما جدا نشید. بله. و خب پس من باید چه کار کنم تو زندگیم؟ آیا باید بشینم همیشه این شخص منو مسخره کنه، منو نمیدونم اذیتم بکنه، بزنتم؟ چطور باید برخورد بشه با این مسئله؟ بله. اول از همه میخوام اینو بگم در قبال یه همچین شرایطی اولین حرفی که میتونم بزنم اینه که بسیار متاسفم. چون حقیقتا دل آدم به درد میاد. ایمان یه مقوله کاملا شخصیه و باور اعتقاد هر کسی به خودش مربوطه. حتی وقتی که ما به مسئله زناشویی میرسیم در قالب زناشویی هم هیچ وقت من و سالم جان رو با همدیگه در جلوی تخت داوری خدا نخواهند برد. هر کسی به تنهایی در حضور خدا در روز آخر حاضر خواهد شد. پس هر کسی مسئول کارهای خودشه و در درجه اول من باید اینو یاد بگیرم که درسته دلم میخواد همسرم نجات پیدا بکنه، همسرم در کنار من باشه، که این خواسته به حق و به جاییه و خدا هم وعدش رو داده که ملل رو از من طلب بکنید به شما اونها رو خواهم داد، دیگه چه برسه به عزیزانمون رو. اما در انتها آخر مطلبی که بخوام بگم اینه، من مسئول ایمان خودم هستم و در نمونگی ایمان باید بیستم، اما در انتها این همسر منه که انتخاب میکنه بپذیره ایمان بیاره و یا ایمان نیاره. این یه اصل کلی رو اول گفتیم که بدونیم مثلا جایگاه ما در رابطه زناشوییمون به چه صورته. اما راجع به سوالی که شما مطرح کردی که بسیار هم دردناکه سالم جان، خب اینا یه مقدار برمیگرده به اینکه اول از همه یه همچین موضوعی ریشه فرهنگی داره، چون ما از کشوری میایم که به هر حال مذهب اسلام در کشور ما مذهبیه که سالیان سال اونجا وجود داره و با اینکه شاید حتی خیلی ها عملا در اون باور حتی اسلامی و مذهبی خودشون هم زندگی نکنن، درست، ولی یک سری تعصباتی وجود داره. و حالا ما میدونیم که وقتی یه نفرم به مسیح ایمان میاره در بعد روح یک سری اتفاقا داره میفته، درست، و یک سری جنگ ها روی سر اون شخص انجام داره میگیره و شیطان و روح تاریکی به هیچ وجه از اینکه یک نفر در یک خانه نجات پیدا کرده خوشحال نیست. پس یکی از بهترین راههایی که میتونه با فرد مبارزه بکنه و او رو بکوبه و اون بذر نیکویی که در وجود او کاشته شده رو بخواد بکنه، بدزده، بکشه، ببره و غارت بکنه، اینی که از طریق همسرش وارد شه. دقیقاً جنگ روحانی میشه در حقیقت دیگه، چون با اون همسر داره اون شخص زندگی میکنه. دقیقاً. و نزدیکترین فرد بهش، چه کسی بهتر از اون، چه کسی بهتر از این که از طریق او بتونه ایشون رو بکوبه، زندگی رو براش تبدیل به زهر بکنه و تلخی رو بیاره توی زندگیش، دائما دعوا، غرغر، شکایت، به قول شما تمسخر، و تو این مورد به خصوص حتی مرزها دیگه شکسته میشه تا حتی دست بلند کردن و کتک زدن. خب اینا روش های کیه؟ وقتی نگاه میکنیم اینا همه روش هایی که داره شیطان در واقع آموزش میده، روح خشم، روح عصبانیت، روح در واقع کنترل، همه اینا رو وقتی داریم میبینیم، چون تو این مورد خاص آقا میخواد خانمش رو کنترل بکنه، تو حق نداری اون چیزی که دوست داری بپرستی، اون که من میگم، اون که من میگم. حالا وقتی بری دنبال ریشه، معمولا هم خود اون شخص هم پابند نیست به همه اون اصول. بله. در بیشتر موارد دیدیم این رو. بله. که این فقط یک تعصب ظاهریه و عمل کرده حقیقی و واقعی پشتش نیست. و حتی اگر هم باشه، باز این نمیتونه دستاویز و بهانه‌ای باشه که ما بخوایم بیایم و ایمانمون رو و باورمون رو به زور تحمیل بکنیم به همسرمون. اما حالا سوال این بود که عکس العمل این خانم چی میتونه باشه؟ من زیاد صحبت کردم،
شما یه قسمتی رو بگو و من در ادامه میتونم. اگه یه ذره دیگه صحبت میکردی شامو نمیدادم امشب. آخه دیگه بابا یه ذره آخه. نه منم لذت بردم شوخی میکنم. اما خیلی قشنگ مهیار جان گفت. مهم اینه که ما مشکلمونو وقتی که از دید خدا و از دید آسمانی نگاه میکنیم بهش، بعد مشکل بر ما یه قیافش عوض میشه. دیگه مشکل همسرمون نخواهد بود، بلکه ما اون روحی رو که اون پشت همسرمون داره کار میکنه بر ضد ما میبینیم. خیلی جاها عزیزان میگن چرا یه ایماندار با غیر ایماندار نمیتونه ازدواج کنه؟ برای چی؟ کلام خدا وقتی ما میخوایم بریم ازدواج کنیم، شما عزیزان میگین حتما با یه ایماندار ازدواج کن. دقیقا معیار جان بهش اشاره کرد، برای اینکه زمانی که ما ایمان میاریم، روح ما از تاریکی به نور تبدیل میشه و کسی که ایمان به مسیح نداره خودش نمیدونه جنس روحش از جنس تاریکیه. جنس تاریکی قبل از ایمان. وقتی ایمان میاری جنس روح به نور تبدیل میشه. کلام خدا میگه نور و تاریکی نمیتونه با هم یه جا باشه. و وقتی که نور میاد خود تاریکی, تاریکی میره. و تاریکی برای سخت میشه. سخته که توی خونه با نور زندگی کنه و از نور میترسه و میترسه. برای همین شروع میکنه و اون نور رو میخواد بزنه. بله. زن و شوهر وقتی یه نفرشون ایمان نداشته باشه، اون روح همونطور که مرجان گفت شروع میکنه جنگ روحانی کردن و زدن و مشکل. حالا یه مثال جالب بزنم. عزیزی میگفتش که همسرش ایماندار نبوده، دقیقا همین مشکل میزده اون خانومش رو. هر روز که از سر کار میومده به چاک دیواری راد میگرفته، خانومو صفر میزده، هی دوباره بهونه میگشته برای زدن این خانوم. یه روز خانم یه جور در واقع خانوم رو با کیسه بوکس اشتباه گرفته و تمرین بدنسازی میکرده. آره دقیقا همینطوره. بعد خانم میگه اوکی من چی کار باید بکنم؟ قسمت هویت ما و اون قسمتی که یک زن و یا یک مرد هویت خودش یادش بیاد و در این حال اقتداری که در مسیح داره. این خانم یادش میاد که من در مسیح اقتدار دارم و قوت اینو دارم که جنگ روحانی بکنم. بابا این شوهر من نیست، این قبل از ایمان من این اینجوری نبوده، بعد از ایمان من این اصلا این مرد تغییر پیدا کرده و اصلا عجیب و غریب شده، میفهمه که جنگ روحانیه. مرجان کاری که میکرده، شوهرش که میرفته سر کار اول چند روز روزه میگیره، بعد چند روز شروع میکنه عکس آقا رو میذاره، هی شروع میکنه نهیب زدن به اون روی که پشت این و هی من به تو این اجازه رو نمیدم، نهیب میزنم، شروع میکنه جنگ روحانی کردن. روز اول آقای میاد یه ذره نمیده، روز دوم، روز سوم که میاد به خانمش میگه ببین من وقتی میخوام بیام خیلی دلم میخواد تو رو بگیرم بزنمت، ولی نمیدونم چی شده، چه اتفاق افتاده، یه مدت یه چیزی به من اجازه نمیده دست رو تو بلند کنم، به من اجازه نمیده سمت تو بیام، نمیدونم داستان چیه، ولی از مامانی که میشنم تو ماشین پیش خودم فکر میکنم میگم چجوری بزنمت. بعد که میام تو خونه انگار یکی منو یکی منو میبنده برای اینکه تو رو بزنم و به سمت تو بیام. و این خانوم بعد از چند روز برای شوهرش تعریف میکنه و واقعیت رو بهش میگه. میگه تو تحت یه روحی داری این کار رو میکنی که خودت نمیدونی و من دارم با اون روح مبارزه میکنم چند روزه. و شروع میکنه هی بدون اینکه این آقا متوجه بشه کلام خدا رو مینویسه، روی آینه میزنه جای مختلف که این آقا بیشتر میدیده و اون قسمتایی از کلام خدا که میدونه رو روح این مرد میتونه اثر بذاره. با حکمت خدا این کار رو میکنه و بعد از یه مدت شوهر حتی ایمان میاره. بله. میخوام اینو بهتون بگم که جنگ روحانی رو اگر بدونیم چطور باید بجنگیم و بعد اگر بدونیم که اقتدار ما در کجاست و در جلوی اون روحای تاریکی، من و شما اقتدار داریم که بیستیم، نهیب بزنیم، فرمان بدیم، اون روح باید اون کار رو انجام بده که شما میگی. چرا؟ چون در نام مسیح داری این کار میکنی، نه چون خودت قوت داری، چون روح خدا که در شماست این قوت رو داده.
من خیلی حرف زدم. نه عالی شام بود. شام بدی. عالی بود. مورد خوبی رو گفتی و در این حالی که دردناک شنیدنی همچین مسئله بامزه هم تعریف میکردی که طرف خودش میگفته میشینم تو ماشین نقشه میکشم چطوری بزنمت و بعد که میمدم خونه میدیدم خلاصه همه نقشه هم نقشه برام شده. یکی میگیره جلوی منو. و به قول گفتنی میگم مثلا یه وقتی که نفر از کنترل خارج میشه میگه یکی اینو بگیره. حالا حکایت داستان این عزیز بوده که در واقع اون یکی که روح خدا بوده ایشونو میگرفته و کم کم هم به فیض مسیح به جایی رسید که حالا وقتی سوار ماشینش میشد همون آدمی که سوار میشد که تصمیم بگیره چطوری بزنه حالا تصمیم میگیره و فکر میکنه که چطور برم خونه همسرم رو محبت کنم، او رو در آغوش بگیرم، او رو ببوسم و در واقع این نعمت و برکتی که خدا به عنوان همسر و شریک زندگی کنار من قرار داده چگونه محبتش کنم. این اون تبدیله. دقیقا. رسیدیم حالا به اون داستانی که سالم جان خداوند در واقع دلشه و دل خدا دل تبدیله و تبدیل یه پروسه است. تبدیل معمولاً آنی انجام نمیشه. تبدیل زمان میبره. تبدیل از یک نقطه به نقطه دیگه رفتنه. تبدیل یک سفره. تبدیل یک مسیره که ما باید طی بکنیم. در مسیر تبدیل باید چند پارامتر، چند عامل باید کنار هم قرار بگیره تا یک تبدیل اساسی و اصولی صورت بگیره. بهترین نوع تبدیل تبدیلیه که شخص خودش بخواد که تبدیل بشه. تا وقتی ما نخواهیم، چون خداوند اراده آزاد به ما داده، اتفاقی نمیفته. اما در بعضی موارد مثل این قسمت که فرد عصبی، زورگوه، تحت تسلط دیوهای و روحهای شریر و تاریکیه و میاد مبارزه میکنه با آرامش این خانم، با ایمان این خانم، با باور این خانم، با کتک زدن این خانم، با عصبی برخورد کردن و جب درست کردن توی خونه و فضا رو متشنج کردن، در واقع میخواد یک بهمریختگی روحانی فیزیکی در خونه ایجاد بکنه. وقتی به ریشه همه اینا نگاه بکنیم، مسئله روحانیه. همینطور که سالم جان میگه، پس جنگ روحانیه. حالا که جنگ روحانیه، قدم اول قرار نیست من با همسرم به همون روشی که او داره با من می جنگه من هم با اون روش باش بجنگم. یه قانون این رو راجع به جنگ اینجا من توضیح بدم. جنگ یعنی یه اتفاقی که بین دو نفر یا دو گروه داره اتفاق می افته که با هم اختلاف نظر، اختلاف سلیقه دارن و سر یه موضوعی با هم دعوا دارن. جنگ تاکتیک ها و روش های خودش رو داره. برای اینکه بتونی درست بجنگی، باید روش‌ها و تاکتیک‌های دشمن رو در استفاده اون تاکتیک‌ها در جنگ رو باید بشناسی. اگر می‌خوای اون روش‌ها رو بشناسی، باید مطالعه بکنی، کلام خدا رو بخونی، روش‌های دشمن رو که در طول زندگی نشون داده که روش‌هاش چگونه است بشناسی. خدا هم راهنمایی می‌کنه و می‌تونیم به این جمع‌بندی برسیم که از چه راه‌هایی وارد میشه برای اینکه با ما بجنگه و ما رو سرکوب کنه. حالا یه نکته‌ای رو می‌خوام بهتون بگم. بیشترین چیزی که در جنگ طرفی که داره با شما می جنگه از شما می خواد و خوشحالش می کنه اینه که شما به قاعده‌ای که او می خواد وارد این جنگ بشی. یعنی اونطور که اون دوست داره به جنگی. منظورم اینه. تاکتیک های جنگی خیلی وقتا میاد حریف رو وادار میکنه، میگه آقا میرم از این نقطه حمله میکنم، حریف رو وادار میکنم تو این مسیر بیاد، چون وقتی بیاد تو این مسیر گیر میکنه، اینجا گیرش میکشم، نابودش میکنم. یعنی میخواد وادار بکنه حریفش رو به اینکه طبق اراده من باید تو بجنگی. در حالی که در جنگ روحانی ما باید این رو هوشیار باشیم و حکمت آسمانی داشته باشیم که روش‌های جنگی خدا با روش‌های جنگی شیطان بسیار متفاوته. قرار نیست اگر همسر اومد منم وایسم وسط خونه داد بزنم، برم به داداشم زنگ بزنم بگم خان داداش شوهرم اومده منو سیر زده، با برابچ بیاین آقا امشب که اومد خونه بزنین سرش سیر بزنینش، یا مادرم خبر کنم آقا مادر بیا ببین، یا با کفگیر پشت در وایسم شوهرم امشب که از در خونه اومد با کفگیر مثلا آهنی بذارم وسط فرق سرش. اینا روش های مقابله و ایستادگی نیست. آرزوی نهایی شما اینه که همسر تیمان بیاره، چون خودت این مسیر رفتی. برای اینکه همسر تیمان بیاره، اول اصلا باید او رو بیش از حدی که تا به حال محبت میکردی باید محبت کنی.
شاید سخت باشه این حرفی که من دارم میزنم. اتفاقا من اومدم دقیق، خیلی جالب بود جملت. مدام میگم من یار، ولی در عمل خیلی سخته ها. بله. یعنی این نیست که ما بگیم الان داریم خیلی راحت صحبت میکنیم، آقا داری کتک میخوری تو بیش از اندازه محبت کن. بله. خیلی در عمل مشکله. تنها راه اینه که پر از روح القدس باشه. بله. کلام خدا میگه، اینی که من میگم اول قرنتیان فصل 6 کلام خدا میگه چرا بیشتر از این مظلوم نمیشید. خداوند میگه اینو. و اینو کسایی که در ایمان مسیح زندگی کردید شاید بارها تجربه کرده باشید تو زندگیتون، جاهایی که حقتون رو خوردن، جاهایی که باهاتون ناراستی کردن، جاهایی که تو سرتون زدن و احساس کردی که خیلی مظلوم شدی، ولی روح خدا هدایتت کرده که باز هم مظلومتر شو. این به معنی تو سری خور بودن مسیحی ها نیست، این به معنی اعتماد مسیحی ها به اینه که کسی به اسم یهوه سبایوت، خدای لشکرها، یکی از اسامی خداوند در عهد عتیقه، خدای لشکرها، سردار لشکر آسمانی، اوست که برای فرزندانش می جنگه. امروز من و شما در قالب پدر و مادر برای فرزندانمون دل داریم، نه؟ کسی به بچه‌مون بگه بالا چشات ابرو، سینه سپر می‌کنیم برای بچه‌مون. یه غریبه اگر بیاد به بچه من و شما بخواد زور بگه یارو بزنتش، ما میریم از بچه‌مون محافظت می‌کنیم. این رو من و شما از پدر آسمانیمون یاد گرفتیم، این دل رو ما از خدا گرفتیم. و خدا برای بچه‌هاش غیرت داره و دل داره. اگر میگه مظلوم‌تر شو، میگه حقت رو به من واگذار کن. اگر میگه بیشتر محبت کن، میگه من روح القدس هم رو به تو دادم که تو به قوت روح بتونی محبت بیشتر بکنی. اگر میگه تو نمونه باش و در عمل برای همسرت بایست و بذار همسرت این تفاوت رو ببینه. ممکنه اون موقعی که میاد تو تحت تاثیر روح خشم دستش هم حتی رو داره بلند میکنه یا الفاظ زشتی که داره به کار میبره، ولی موقعی که در خلوت خودشه، خدا به یادش خواهد آورد. دیدی مریم همسرت با اینکه تو او رو زدی، با اینکه بهش توهین کردی، با اینکه تحقیرش کردی، باز هم تو رو محبت کرد. بقیه دنیا اینو دیدی تو. ماله. تو اینطوری ضعفتو نشون دادی. آفره. ولی اون با قوت با تو برخورد کرد. تو کجای دنیا یه همچین چیزی دیدی؟ این میشه پروسه ایستادن برای تبدیل همسر. درد داره، بله، ولی به نتیجهش باید فکر کرد. چه نتیجه‌ای داره؟ نتیجهش نجات همسره، نتیجهش تبدیل شدن زندگی زناشوییه، نتیجهش ابدیت زندگی اون همسریه که الان در تاریکیه، ولی با نمونه بودن شما به جایی خواهد رسید، به نقطه‌ای خواهد رسید که ابدیتش رو در حضور خدا خواهد بود. چی از این جذابتر که من برای کسایی که به طور خاص دوستشون دارم و در صدر لیست برای همسرم بیستم و من عامل و باعث نجات همسرم باشم. امروز شاید خیلی از شما عزیزان باشید که توی زندگی زناشوییتون یه نفر از شما ایمان داره، شاید اصلا آقا ایمان داره، خانم ایمان نداره. مورد بود آقایی به من میگفت، خادم خدا بود، میگفت همسرم گفته یا من یا مسیح، یا من انتخاب میکنی یا مسیحو. آسون نیست توی همچین مواقعی، توی همچین موقعیتهایی قرار گرفتن. فرمول هم نداره که برای هر چیزی الان یه فرمول ما این نسخه من بنویسم و اینجا به شما بگم که میری مثلا اینو روزی دو بار مثلا انجام میدی بعد از مثلا دو هفته اینه. نه، اینا یه همونطوری که گفتم مثل یک سفر میمونه. این یه مرحله بسیار سختی که بعد ازش گذر کرد، با فیض خدا، با تکیه به خدا، با اعتماد به خدا، با اعتماد به قوت روح خدا برای تغییر و تبدیل شرایط. عزیزان، خدای ما خدای تغییره، خدای ما خدای تبدیله. وقتی به خدا ایمان میاری، وقتی با ایمان میایستی، وقتی برای اون شخص دعا میکنی، وقتی همسرت میزنتت و تو براش دعای برکت میکنی، فکر نکن این دعاها داره همینجور تو آسمون دود میشه میره تو هوا. خیر، در دعای شما قوت هست. کلام خدا میگه دعای مرد و زن عادل در عمل قوت بسیار دارد. آمین. قوت هست درش. بذار این قوت از درون آزاد شه. میدونم سخته. میدونم سخت‌ترین کار شاید این باشه که توی خونه زیر یه سقف یکی ایمان به مسیح داره، یکی اصلا حتی شاید ایتئیست، باور به خدا نداره، یا یه باور مذهبی دیگه داره. چقدر سخته؟ ولی
میدان جنگه و تو جنگ ما قرار نیست که مغلوب شیم، چون عیسی مسیح گفت نترسید، چون من قبل از شما در این جنگ من پیروز شدم و شما در این پیروزی با من هم ارسید و سهیم هستید. به مسیح باید اعتماد کرد و مسیح ما را از این گذر عبور خواهد داد. به دقایق پایانی یه دقیقه و نیم آخر برنامه داریم میرسیم. سالمه جان هیچ چیز دیگه، من فقط یک کلمه بگم، جنگ تا پیروزی. آمین. چیزی که میشه گفت اینه که جنگ تا پیروزی، ولی جنگ درست، جنگی که با حکمت خداست، با در حقیقت همکاری با فرشتگان خداونده که برای ما میجنگن، کنار ما هستن، محافظ ما هستن، روح خدا که محافظت میکنه، تسلی دهنده است، حکمت دهنده است. وقتی که اینها در زندگی ما کار بکنه، هیچ نیروی تاریکی نمیتونه بر شما غلبه کنه. بعد از یه مدتی پیروزی از آن شماست و شما محکوم به پیروزی هستید. اینو یادتون باشه. آمین. خدا رو شکر میکنم، خوشحالم که تونستیم که در این برنامه هم باز با شما عزیزان باشیم. باز تکرار میکنم، سوالات خودتون رو و آن چیزی که شاید برای شما علامت سوال و پرسش هست در زندگیتون و یا شرایطتون و یا احیانا شهادت هاتون، اینها رو میتونید از طریق فیسبوک، اینستاگرام، ایمیل و تلفن، هر طور که شما راحتید میتونید با ما در میون بگذارید و خواهشم اینه که این سوالات از قبل برای ما بفرستید، اونا کار میکنیم به شما جواب خواهیم داد. بذار بارون بباره رو تن خسته ما، بشوره هر چی غمه، بارون روح خدا. بذار دنیا بدونه توی این همه بلا، یکی هست که میرسه خیلی زود به داد ما. غم نخور برادرم، شادی کن ای خواهرم، مسیحا گفته هنوز من ایستاده بردارم. اگه کوه شدن غما رو دوشت به من بگو، توی چشم هم زدم بر بگو.